میکنم به شما رفقای عزیزم، امیدوارم که شاد و پر انرژی باشید و خوش اومدید به این قسمت دیگه از آموزش‌های چنل ماجیکار. خب بچه‌ها، همونطور که در ابتدای ویدیو دیدید، امروز قصد داریم یکی دیگه از رازهای زکینگ رو بهتون آموزش بدیم که بعد از اینکه این تکنیک رو یاد بگیرید می‌بینید که چقدر ساده و راحت میشه یک همچین صحنه زیبا و خلاقانه ای رو خلق کرد. اگر دوست دارید این تکنیک بی‌نظیر رو توی پریمیر یاد بگیرید، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. امیرعلی هستم و اینجا کانال ماجیک آرت، جایی که قرار در هفته دو ویدیو تخصصی و آموزشی در زمینه تدوین، جلوه‌های ویژه، رازهای زکینگ، تصاویر پرده سبز، ساخت و رشد چنل یوتیوبی و عموماً هر کاری که به تولید محتوای تصویری مرتبط میشه داشته باشیم. اگر به این نوع محتوا علاقه‌مندید و اگر دوست دارید که به صورت رایگان از من حمایت بکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو از این پایین بزنید و اون زنگوله کنارش رو هم روی آل قرار بدید تا محض اینکه ویدیو جدیدی رو منتشر کردم براتون نوتیفیکیشن ارسال بشه، بتونید تشریف بیارید ویدیو جدید من رو هم ببینید. حالا بدون معطلی میریم سراغ رازهای زکینگ قسمت دوم. خب بچه ها، این ویدیو هم مثل ویدیو قبلی که از ترفندهای زکینگ ساختیم، دوباره نکته خیلی مهمی که داره تصویر برداری و بازی شماست که باید دقیقا درست انجام بشه. من سه تا تصویر گرفتم که دو با هم میبینیم الان تصویرها رو. این تو تصویر اول من یه بازی دارم که مثلا از لباسی که تنم هست راضی نیستم و یه بازی این چنینی میکنم، دقیقا دست، صورت، سر، ببینیم که دقیقا کجا قرار داره و خب حالا از یکی باید کمک بگیرید که لباستون رو بهتون بده، لباس بعدی که میخواید بپوشید، ولی جاتون به هیچ عنوان نباید تو طول مدت زمانی که دارید ویدیو رو میگیرید تغییر بکنه و دوربین هم باید روی پای ثابت باشه حتما که شما بتونید به بهترین شکل این رو در بیارید. البته یادتون باشه که بازیتون باز خیلی مهمه، دقیقاً جای دستاتون، صورتتون یادتون بمونه. حالا من تو صحنه دوم دوباره لباسم رو پوشیدم، حالا یه دستی موها کشیدم و دقیقاً همون بازی رو دوباره تکرار کردم، جای دستام، تقریباً جای سرم و ادامه بازی که میگم خب حالا این لباس انگار بدک نیست و یه بازی سومی رو انجام دادم که آها، حالا مثلا انگار کلاهی رو سرم کردم و دوباره لباس عوض میشه. میریم سراغ صحنه بعدی، لباس رو میپوشیم دقیقا تو همون پوزیشن و همینطوری که میبینید حالا من از اینجا تقریبا دوباره استایل اون بازی قبلی رو گرفتم و در نهایت مثلا لباس رو پوشیدیم و خب دیگه با این اوکییم و میریم سراغ ادامه ماجرا. خب پس یادتون نره که توی فیلم برداری برای ساخت یه همچون صحنه ای دو تا نکته خیلی مهم اینه که پوزیشنتون به هیچ عنوان نباید تو سطح کار تغییر بکنه و بازی خودتون از اون هم حتی مهمتر. حالا من فایلام رو درگ میکنم، 1 2 3 و وارد یه سیکونس جدید میکنم. خب صداشو که کاری نداریم، باز صداشون رو دیلیت میکنیم که خلوت بشه پروژه. حالا تنها کاری که ما باید بکنیم بچه ها اینه که با استفاده از کات مناسب خطای دید ایجاد بکنیم که بیننده فکر بکنه که واقعا داره تو لحظه این اتفاقات میفته. به چه صورت؟ من حالا این قسمت از اینجا بازیم شروع میشه، پس به قبلش رو کیو میزنم که این پاک بشه و از اینجا شروع بشه ویدیو من. توی اون فریمی که من دارم دستم رو به جلو میارم، ببین اینجا دقیقا جاییه که باید لباس من تغییر بکنه، پس بنابراین من اینجا رو برش میزنم و از اینجا به بعد این ویدیو رو دیگه کاری باهاش ندارم، پس پاکش میکنم و ویدیوی بعدیم رو نگاه میکنم. دقیقا همون لحظه ای که من دستم رو به جلو آوردم باید انتخاب بکنم، پس بنابراین یعنی یه همچون جایی بود اینجا که من اینجا رو برش میزنم و میارم میچسبونم به قبلی. حالا من اگه نگاه بکنم ویدیو رو یه بار پلی میکنم، خب میبینیم که حالت دست، البته باز میتونه حالا یه کوچولو، ببین اگه دیدید خیلی چیز نیست، میتونم من یه ذره اینجا بیشتر باز بکنم. آها، و اینجوری خیلی جذابتر و طبیعی‌تر میشه. حتی میتونم یکی دو تا فریم از این قبلی هم باز بکنم و آها، الان خیلی خوبه. خب میبینیم که اوکیه تا اینجا و دوباره کار بعدی که میکنیم باید میسیم تا صحنه بعدی دوباره یه جای مناسب رو پیدا میکنم. من تا اینجا تقریبا میارم و اینجا رو برش میزنم، دیگه به بعدش رو کاری ندارم.
دیلیتش میکنم و صحنه آخرم رو دوباره بررسی میکنم تا به اون جای مورد نظرم برسه. حالا من یه اشتباهی که خودم تو این ویدیو داشتم اینه که تو این صحنه سرمو خیلی پایین آوردم، یه ذره از سینک در اومدم، ولی خب بازم مشکلی نداره، یعنی بازم قابل قبول در میاد صحنه. تا اینجاها تقریبا اوکیه. من اینو اگه ببرم و این صحنه رو بیارم و بچسبونم به صحنه قبلیم، میبینیم که وقتی پلی میکنم انگار که الان دقیقا لباس آخر رو تنم کردم و دیگه میخوام برم حالا از صحنه بیرون. خب اینم شد این ویدیو. و حالا ببینید بچه ها، ما همیشه این صحنه ها و این تکنیک ها لازمه شونی که شما رو پای ثابت تصویر برداری بکنید. اگر بخواید یه ذره هیجان کار بالاتر بره و حالا خیلی هم مصنوعی به نظر نیاد، یه ذره دوربین حرکت داشته باشه، بازم باید بیاییم و از حرکت دوربین استفاده بکنیم. حالا من میتونم کل ویدیو هام رو درگ بکنم و با یک نست اونا رو وارد یک فایل بکنم. من دوباره اسم اینو میذارم ویدیو. توی ویدیو قبلی زکینگ هم من این تکنیک رو بهتون گفتم که به چه صورت هست. اوکی رو میزنم. الان کل فایلم داخل یه ویدیو. حالا با استفاده از افکت ترانسفور که داخل خود پریمیر هستش، میتونیم از این قسمت بیایم افکت رو انتخاب کنیم، درگ کنیم و روی ویدیومون بندازیمش. حالا میتونیم بیایم داخل افکت کنترل، با استفاده از افکت هایی که اینجا داریم، مثل زوم کردن، مثل حرکت دادن دوربین، بتونیم به یک صحنه خیلی جذاب و منحصر به فرد برای خودمون برسیم. حالا من الان اینجا میام مثلا اسکیلش رو میگم تو لحظه اول میخوام بزرگ باشه، کرونومتر پوزیشنش هم روشن میکنم، جاش رو تعیین میکنم، میگم خب تا اینجاها که اومد، لحظه که میخواد لباس من عوض بشه زوم من یکم اومده باشه عقبتر و دوربینم مثلا اینجا باشه. حالا من اگه پلی بکنم میبینید که دوربین داره میاد عقب و یه مقدار طبیعی تر به چشم میاد. حالا میتونیم دیگه حرکت های دوربین رو براش تعریف بکنیم که جابجا بشه، چپ و راست بشه، یه مقدار این دوربینی که مثلا طرف توی دستش گرفته و یه سری تکونهایی داره دوربین، میبینید هر تکونی که اینجا میتونیم بدیم توی فریم ریت هامون برای ما نشون میده که مثلا اینجا الان یه فریم ریت برای ما درست میکنه که بالا پایین شد. کی فریم اسخای میکنم، دوباره گفتم فریم ریت. خب اینا میبینید هی جابجایی دوربین براش درست میکنیم که خیلی طبیعی تر جلوه بده. پس بنابراین به همین سادگی میتونیم یک همچون افکت بسیار جذابی رو با هم دیگه خلق بکنیم. ببین الان اینجا من دوباره میگم تا اینجا رو همین اسکیل 108 باشه، اینجا یه زوم بشه، یعنی یه زوم سریع بشه. یه زوم بکنم، میگم خب اینجا الان یه کوچولو یه زوم سریع میخوام. ببینید خیلی جالب و خوشگل میتونیم این افکت های حرکت دوربین رو هم بهش بدیم با سلیقه خودمون تا به یک ویدیوی فاینال و جذاب برسیم. امیدوارم که این آموزش هم مورد توجهتون قرار بگیره. خب بچه ها، امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید و براتون کارآمد باشه، بتونید از این تکنیک توی ویدیوهای خودتون استفاده بکنید و ازش لذت ببرید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموش نشه، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما این زیر برام کامنت بکنید تا بتونم از تک تکشون استفاده بکنم. در انتهای ویدیو دو تا ویدیو دیگه بهتون معرفی میکنم که بی ربط نیست با این ویدیو و اگر دوست داشته باشید میتونید روی اونها هم کلیک بکنید و اونها رو هم ببینید و ازش استفاده بکنید. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. تا یک قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.